शकी भाई अब शकी भाई बेट मिक्रोफोन हम मिक्र के नहीं से दार क्लास नहीं से चुटोरी में ये बारना में शकी भाई मित्र निश्चित बात करें आई शकी भाई सहरजा शकी भाई बेनिविस लाखा बना बेनिविस سلام جمعه سلام خوبی؟ خب آقا شروع کنیم ده صفحه رسیم بچه پرنیان هم رای خوی آورده ده بهش از شیرینی گرفتی نه؟ از پرنیان شیرینی گرفتی نه؟ رای آورده ده چطور؟ میخوام به بچه ها تمام میخوام چه بدم خب؟ میخوام تمام شیرینی بدم خیلی خوبا که پرنیان خیلی رای بالی آورده درسته؟ پرنیان خیلی رای بالی آورده حتما از شیرنی بگیریم موسیقی صدا رفته خب بچه شروع کنیم تا کجا رسیدیم ها؟ 27 رای خیلی رای آورده بیشتر ترامپ رای آورده اصلا عکسش تمامه اصلا کشوری پخش ویده رفته تا تا امریکا هم رفته اونجا هم بهش رای داریم خب شروع کنیم صفحه چند بچه صفحه چندی؟ صفحه شو بگین آقا صفحه چندی؟ صفحه شو بگیم صفحه درس بگیم دیگه کار دیگه ترامپ و مرامپ اینا نداشتیم کار پرنیا نداشتیم شیرینی بتونی میدم خب صفحه سی باش ترکیب های نفت خام خب درس علوم آیه درس علوم تجربی صفحه سی خب بچه شروع میکنیم ترکیب های نفت بسم الله الرحمن الرحیم ترکیب های نفت خام
بچه‌ها صدر اولیه رو میخونم بعد شما دیگه روشی کمی توضیح میدید. میگه نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربونه. خب پس زیرش خط بکشید، نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربونه. البته به همراه نفت خام همواره مقداری نمک، آب، گوگرد نیز یافت. پس به همراه نفت خام میگه که به همراه نفت خام همواره مقداری نمک، آب و گوگرد نیز یافت میشه. زیر اینم خط بکشید. خب بعد چی آقا چه نوشته؟ آقا گیر کردینه؟ یعنی چه؟ آقا یعنی میدونم مطلب چیه؟ تصویر؟ تصویر ما داریم که چون شما تصویر نداریم؟ صفحه 30 آقا دارم نفت خام میخونم. نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب های نفت خام هست. نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربون است. البته همراه نفت خام همواره مقداری نمک، آب و گرد نیز یافت میشه. بچه‌ها خب میگه که هیدروکربون از دو عنصر کربن و هیدروژن درست شده. خب نگاه کنید، پس ترکیباتی که در اونها عنصر کربن و هیدروژن قرار داره، پس یکی کربنه، کربن با سی نشون میدیم، هیدروژن رو با اچ نشون میدیم. خب میگه که این دو عنصر یعنی کربن و هیدروژن داخل اونها وجود داره، یعنی به واسطه پیوند چی به چه؟ به واسطه پیوند اشتراکی اینا با هم دیگه متصل شدن. پیوند اشتراکی خوندیم در فصل دو، پیوند اشتراکی خوندیم، درسته؟ یادتونه پیوند اشتراکی چی بود؟ که می اومدن الکترون هاشون رو به اشتراک میگذاشتن. خب ترکیباتی اینجا بچه ها زیرش خط میکشیم، هیدروکربن از دو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شده است. سطر سوم، اتم های هیدروژن با اتم های کربن از طریق پیوند اشتراکی به یکدیگر متصل شدن. پس پیوندشون پیوند اشتراکیه، پیوند یونی نیست. پیوند یونی چه پیوندی بود؟ پیوند یونی پیوندی بود یا ترکیب یونی ترکیبی بود که میومدن داد و ستد میکردن، یعنی الکترون هاشون با هم دیگه داد و ستد میکردن. اما اینجا الکترون هاشون چیکار کردن؟ الکترون هاشون به اشتراک گذاشتن. خب پس بچه ها اگر به نظر شما اکسیژن در کنار اینها قرار بگیره، آیا بهش میتونیم بگیم هیدروکربن؟ آیا اگه اکسیژن در کنار اینها قرار بگیره، مثلا یه اکسیژنی هم کنار این قرار بده، آیا باز بهش میتونیم بگیم هیدروکربن؟ خب میتونیم؟ نه، هیدروکربن نیست. هیدروکربن فقط باید چه باشه؟ فقط باید کربن و هیدروژن باشه. خب ساده ترین بچه ها هیدروکربن اسمش چیه؟ ساده ترین سطر چهارم در متان که ساده ترین هیدروکربنه. چرا متان ساده ترین هیدروکربنه؟ چون از یک کربن درست شده و از چهار تا چه درست شده؟ و از چهار تا هیدروژن درست شده. پس به خاطر این بهش میگیم ساده ترین هیدروکربن، چون از یک کربن و چهار تا هیدروژن درست شده. خب و این ترتیب بعدش با افزایش بچه ها میگه نتیجه میگیریم که حالا اینه بگی بعد نتیجهش بگیم. میگه ویژگی دیگر هیدروکربن اینه، ویژگی دیگر هیدروکربن اینه خب که هرچه تعداد کربن به هیدروژن ما افزایش پیدا کنه، هرچه تعداد کربن به هیدروژن ما افزایش پیدا کنه، هیدروکربن ما بزرگتره. پس چه موقع هیدرو ما از شما میبرسیم؟ چه موقع هیدروکربن ما بزرگتره؟ چه موقع هیدروکربن ما بزرگتره؟ هرچی که تعداد کربن به هیدروژن ما افزایش پیدا کنه. حالا ببینید الان شما مثلا این هیدروکربنی داریم، این هیدروکربن شماره اول متانه، مثلا این هیدروکربن C2H مثلا 8، خب این شماره 2 C مثلا 4H مثلا 12. حالا کدوم از این هیدروکربن ها شماره یک و شماره گذاری کرده دیگه نمیخواد، شماره یک، شماره دو، شماره سه، کدومش تعداد کربن و هیدروژنش بیشتره؟ کدومش؟ شماره چند؟ شماره سه. چرا؟ چون کربن بیشتری داره، هیدروژن بیشتری داره. هرچی که تعداد کربن به هیدروژنشون به چهار بیشتر باشه،
هیدروکربن ما بزرگتره. الان هیدروکربن بزرگتره، هیدروکربن شماره 3 بزرگتره. خب هیدروکربن شماره 3 بزرگتره. وقتی هیدروکربن بزرگتر باشه، خب یک سری خواصی به اونها میده، یعنی یک سری خواص جدیدتر به اونها میده. یعنی خواص مثلا شماره 2 با شماره 3 با هم دیگه چه داره؟ با هم دیگه فرق داره. خب پس یک سری خواص جدید به وجود میاد. زیر این خط میکشیم، سطر یکی مونده به آخر خط میکشیم زیرش، با افزایش تعداد کربن ها و هیدروژن ها هیدروکربن بزرگتری ساخته میشه. الان کدومش هیدروکربن بزرگتریه؟ شماره 3 هیدروکربن بزرگتریه. چرا؟ چون کربن هیدروژنش بیشتره. خب ویژگی هیدروکربن ها به اتم های سازنده اونها بستگی داره. پس میگیم همین الان گفتیم وقتی هرچی هیدروکربن ما بزرگتر باشه خواصشون چی داره با هم دیگه؟ خواصشون هم فرق میکنه. خب نتیجه به تعداد اینجا ویژگی هیدروکربن ها، یعنی اینجا ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های سازندهشون بستگی داره. پس الان این ویژگی اینها با هم دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون که اتم های سازنده اونها با هم دیگه فرق میکنه. چه بگم کیارش؟ کیارش چه بگم؟ گفتی که دوباره بگم؟ چی میشه دوباره بگم؟ نمیدونم که منظور با چی که دوباره بگم. گفتم که فقط اینو گفتم، سطر پنجمی یکی مونده به آخر، با افزایش تعداد کربن و هیدروژن ها هیدروکربن بزرگتری ساخته میشه. وقتی هیدروکربن بزرگتری ساخته میشه یک سری خواص جدید به اونها میده. الان خواص مثلا این شماره 3 با شماره 2 با هم دیگه فرق میکنه. خواص این جدیدتر، خواص این بیشتر. خب حالا اینا ویژگی هیدروکربن ها به تعداد، زیرش خط بکشین، ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های سازنده اونها بستگی داره. بچا یه جدولی داره، این جدول شما باید یاد بگیرید. پس جدول یاد گرفتنیه، باید یادش بگیرید. نام هیدروکربن متان، باید فرمول چی یاد بگیریم؟ CH4. خب بوتان C4H10، درسته؟ خب بعد اکتان C8H18، ایکوزان C20H42، درسته؟ حالا اکبرزاده چه سوالی داری؟ اشکان چه سوالی داری؟ بیا بگو اشکان، سوال داری؟ اشکان سوال دارم، سوالی نداشتم. بله بگو. آقا بعد یه چیزی آقا میگم، این امتحانی که ما دادیم نمراش به دست شما رسید؟ بله شما 17 بردی، درسته؟ ها خب ها؟ آره درسته. بعد بالاترین نمره میگیره؟ آره آره آقا 17 به بالاترین نمره 18 بود. بعد اسمشو بگیم؟ اسمشو بعد بگیم؟ خوش بگیم؟ ایجدی که برده، هر که ایجده برده خوش بعد بگیست، هر که ایجده برده خوش بگیست. آلو احمد برد. واقعا؟ بله. چرا؟ اده بایده ریجده نبود؟ نه، متاسفم. بله. خب، کار میداره دیگه؟ میکایل هم صحبت داره؟ نه، سلام کنم. خب، صحبت داری؟ اشکان، اشکان. بله. آقا تو این مرتبه تو وسط درس یاد میاد، تو این مرتبه وسط درس یاد میاد که مثلا سوال امتحان کنیم. بذار ما بخواهیم سوال امتحانی داری. سوال رو گفتم که سوال درسی داری. نه اصلا سوال این دست کو بعضی وقتا چند تا معنی داره. یه جای دست یعنی حاضر، یه جای دست یعنی سوال، یه جای دست یعنی اعتراض. حالا ما چی میذارم؟ چند تا کار بود چه داشتی؟ خب حالا خب ممنون. درست. خب بچه ها باید گفتم این جدوله باید یاد بگیرید. هرچی که فرمول مولکولیشونه بچه ها، هرچی که ما مقایسه نقطه جوش چند هیدروکربن، خب الان این نقطه جوششون رو نمیخواد یاد بگیری، نقطه جوششون رو نمیخواد حفظ کنی، اما فرمول مولکولیشون باید یاد بگیری. ایکوزان مثلا فرمول مولکولیش چیه، اکوتان فرمول مولکولیش چیه، بوتان. حالا کموش ساده تره بچه ها، کموش ساده تره. حالا نمیخواد بنویسی مثلا اچ و فلان اینها، اولی آخری وسطی کموش سومی چاری، کموش ساده تره متان، اولی ساده تره. و هرچی که از افزایش تعداد کربنه، هرچی که به سمت پایین بیه تعداد کربن ها چی میشه؟ تعداد کربن ها زیادتر میشه، درسته؟ تعداد هیدروژن ها زیادتر میشه.
پس نتیجه میگیریم از این جدول چه نتیجه میگیریم؟ میگیم نتیجه میگیریم افزایش تعداد کربن و هیدروژن، افزایش نقطه جوش اونها. الان کمش نقطه جوشش پایین تره، الان نقطه جوششون کمتر از همش. هر چی که ما به سمت پایین میایم نقطه جوششون بیشتر میشه، درسته؟ هر چی به سمت پایین میایم نقطه جوشش بیشتر میشه. پس الان منفی متان منفی 368ه. چرا؟ یعنی در منفی 368، یعنی در منفی 368 به جوش میاد. بوتان چنده؟ منفی نیمه، یعنی در منفی نیم به جوش میاد. اما مثلا ایکوزان 343ه، یعنی در 343 به جوش میاد. چرا اینجوریه؟ چون که هر چی که ما از بالا به پایین میایم تعداد کربن ها و هیدروژن ها افزایش پیدا میکنه. فهمیدین؟ پس میتونیم بنویسیم چی؟ میتونیم بنویسیم نتیجه زیر صفحه سی، بنویسیم نتیجه، نتیجه افزایش تعداد کربن و هیدروکربن. اینجوری ها ما اینو پاک کنم، نتیجه این براش بنویسیم اینجا به این صورت. نتیجه زیر نتیجه می‌بینید، نتیجه دو تا نقطه می‌ذاریم، افزایش بنویسید تعداد کربن و هیدروژن، افزایش تعداد کربن و هیدروژن باعث چی میشه؟ افزایش نقطه جوش. اینجا دیگه شما می‌بینید ادامهش بنویسید، چون جانداران میان اینجا پایین می‌نویسنش، حالا شما که ادامهش می‌نویسید، افزایش نقطه جوش، افزایش نقطه جوش. نوشتیم؟ افزایش نقطه جوش هیدروکربن هم میتونیم بهش اضافه کنیم. هیدروکربن. خب نوشتیم؟ خب بچه‌ها میخواییم بریم صفحه 31. آماده هستیم؟ بریم صفحه 31. صفحه 31 آماده هستیم؟ میگویم چیه؟ صفحه 31. خب بچه بریم صفحه 31. چیه راحت اینا هستن؟ چیه راحت ها؟ چیه خیلی راحتیه. خب فکر کنید میگه چه رابطه ای بچه ها؟ یکتون بریم بکن که همه شما نخوام بکنم. خب روستاتو بکن باشه؟ روستات فکر کنید و اولی روستاتو بکن. آماده؟ بخون آقای روستات دست بلند کردی بخون بخون بله بخون بله. بله چرا رابطه بین نقطه جوش با تعداد اتم های کربن در کربن ها وجود دارد؟ بگو خودت بگو. میگه چه رابطه بین نقطه جوش شون ها در اتم های کربن در هیدروکربن وجود داره؟ هر بله بگو. هر چی تعداد اتمهاشون بیشتر باشه نقطه جوششون هم بیشتر. اصلا را شما هرچه تعداد کربنشون بیشتر باشه، پس بچه ها بنویسین هرچه تعداد کربن، هرچه تعداد کربن بیشتر باشد نقطه جوش نیست، نقطه جوش آن نیست بیشتر است. دومیش هم بخون آقا. کدام ترکیب نقطه جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ بله بله کاموش یک یا دو؟ الان سی دو بگو. الف الف یا یک. بله چرا؟ چون آقا تعداد اتم های کربنشون بیشتر. احسن بر شما، زیرا تعداد کربن های بیشتری دارن. درود بر شما. جمالی هم بعدش خوش آماده کنه برای تکلیف بعدی هم جمالی بگیم. پس نوشتیم بچه ها زیرا تعداد کربن بیشتری دارن، زیرا تعداد کربن بیشتری دارن. نوشتیم؟ بچه اینجا زیر فکر کنید و ناکنید نقطه جوش یکی از ویژگی فیزیکی مواد است. پس ما ویژگی فیزیکی داریم، ویژگی شیمیایی داریم. این نقطه جوش میگه ویژگی فیزیکی مواد است که به نیروی ربایش بین ذره های سازنده اونها بستگی دارد. حالا شما میپرسید نیروی ربایش چیه؟ کی میتونه نیروی ربایش رو تعریف کنه؟ کی میتونه نیروی ربایش رو تعریف کنه؟ جمالی خواهد تعریف کنه نیروی ربایش؟ روستات خود میخواد تعریف کنه، نوشادی خواهد تعریف کنه. حالا میریم به نوشادی میخواد تعریف کنه. کجا رفت نوشادی؟
از کلاس رفت بیرون. کی؟ آریا احمد شما شما تایید میکنین نیروی روایش رو تعریف کن. نیروی روایش چیه؟ باشه؟ آریا احمد شما چی داری؟ میکروفون داری؟ سلام. بله سلام آقا خوبی؟ خوبم بابا. بله نیروی روایش رو میتونی برای ما تعریف کنی؟ نیرویی که بله وقتی نیروی گران نه نیروی ربایش بین مواد چه نیرویه؟ اگه حالا نمیتونید یکی از بچه اشکال نداره حالا ممکنه حضور ذهن نداشته بیارم مواد وقتی کنار بچه حالا خواهم تعریف کنم مواد وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن یه نیروی بین اونها وجود میاد که این ذراتشون کنار همدیگه نگه میداره. پس وقتی مواد مولکول ها کنار همدیگه قرار میگیرن یه نیروی اینها رو چکار میکنه؟ کنار همدیگه نگه میداره. این نیرو را بهش میگه نیروی ربایش. پس نیرویی که مولکول ها را کنار همدیگه نگه میداره بهش میگیم نیروی ربایش. فهمیدی الان چطوری شد؟ بله فهمیدی؟ میتونی تعریفش کنی؟ الان میتونی؟ نیرویی که بین مولکول‌ها یعنی به هم وصلشون میکنه یعنی اونا رو در کنار هم دیگه چکار میکنه؟ نگه میداره به این میگیم نیروی ربایش. به نظر شما نیروی ربایش بین آب بیشتر یا اثر؟ بین مولکول‌های آب بیشتر یا اثر؟ اثر نیروی ربایشون بیشتره. حالا به نظر اصل سریع‌تر جاری میشه یا آب؟ آب چونکه نیروی بله ربایش بین مولکول‌هاش کمتره بله احسن بر شما. خب بس حالا ما درود بر شما. خب بچه‌ها اینجا میگه که به نیروی ربایش نقطه جوش به نیروی ربایش بین ذره های اونها بسته داره. هرچه نیروی ربایش بین ذره ها بیشتر باشه نقطه جوش بالاتره. میگه هرچه نیروی ربایش بیشتر باشه نقطه جوش بالاتره. خب الان اینجا ما بیایم یک نتیجه گیری کنیم از همین قسمت بود که خوندیم یه نتیجه گیری میخواییم کنیم. خب ما اینجا نتیجه گیری اینجا میزه شما اگه خواستیم میکنیم بالای مثلا صفحه 31 کتابتون یادداشتش کنیم. خب از میخواییم نتیجه افزایش تعداده میگیم که افزایش تعداد کربن. پس افزایش کجا پیده افزایش تعداد کربن ها افزایش تعداد کربن باعث چی میشه؟ هیدروکربن های سنگین تر و درشتری وجود میاد. پس اگه کربن ها زیاد بشه چه پیدا میشه؟ میگیم نتیجه چی میشه که هیدروکربن های سنگین‌تر و درشت‌تر وجود میاد. درسته؟ تا اینجا فهمیدیم که هر چی که پس تعداد کربن‌هاش بیشتر باشه هیدروکربن‌ها سنگین‌تر و درشت‌تر یادش کردیم و درشت‌تر اینجا سنگین‌تر و درشت‌تر هم اینجا بخیزا کنیم. خب حالا چون جا نداره من دنبالش اینجا میزنم یه فلشی بعد از اون شما میتونید چون کتاب شما جا داره شما میتونید یه فلشی بذارید بعد ادامه شده بنویسید. اما ما چون جا نداریم به تو معرض دوربین نیست مجبوریم که بیاییم اینجا بنویسیمش پایین بنویسیمش. خب ربایش بین مولکول ها بیشتر میشه. پس ربایش بین مولکول ها بیشتر. پس هرچه تعداد کربن ها زیاد بشه هیدروکربن ها سنگین تر درشت‌تر میشه و ربایش بین مولکول ها هم چی میشه؟ بیشتر میشه. و در نتیجه بعدی که بچه ها میتونیم ازش بگیریم چیه؟ نقطه جوششون بالاتر میره. نقطه جوش بالاتر. خب پس فهمیدیم؟ نوشتیم؟ ما نگفتیم نوشده خواهی سیخون ما نگفتیم که نوشده نیستی ما بچه ها اینو نوشتیم؟ یادش کنیم برای مطلب بعدی؟ افزایش تعداد کربن ها باعث چه بچه ها میشه؟ هیدروکربن ها سنگین تر و درشت‌تر بشن. اونه که مثلا براشون پیدا نیستن وقتی که ما میگم شما بنویسین خواه هیدروکربن های سنگین و درشت میشه
و ربایش نتیجه در نتیجه ربایش بین مولکول‌ها بیشتر میشه، نقطه جوش بالاتر میشه. نوشتیم اقتداری به چیه؟ اقتداری صحبت چی آقا؟ چی اقتداری؟ بیا بگو اقتداری چی آقا؟ میکروفون بله. نه آقا این آریان میگفت معلمه مرسید میگن با پی دی اف درسه میپرسه، میگفت آقا هم توضیح میده هم اکسیش تو شاد میپرسه. خواهدی مالا دیگه من این میگو ایتری بهتر آریا روستا میگو، میگم آقا هم آسه درس میده هم تو برو ایس میفرسته. آره دیگه ما اگه بخیر پی دی اف، شما پی دی اف گوش نمی کنیم. پی دی اف خیلی آقا اصلا پی دی اف میمسی بعضی اصلا معنیش نمی کنن. نه نه کن اصلا پی دی اف ها خیلی سخته بخیر گوش کنیم. خواه میخوام بالا مثلا بعضی معلوماتی میفرسن خیلی سخته که بخیر چینش کنیم. اون پشت هم باید حرف بزنیم. می‌فهمین آقا؟ من با گوشی شما هم شما میگین مثلا درد بشه گوش کنین اینا خسته تو میشه میاندینش میره. مو مطمئن نم. اگه اینجوری باشه خب دیگه کاری نداره. برای ما راحت‌تره. الان رضا اینو نوشتی؟ بله. اینو نوشتی؟ آها. ها؟ آره نوشتم برای صفحه کتاب نوشتم. آره نوشت. خب. دست دارم. باشه. کجا رفت ما؟ الان میکروفون به جمالی داریم نه؟ آقا جمالی شما الان میکروفون داری؟ چنه بعدی تو بخون؟ بعدی تو شما بخون. فکر کنید بعدی بخون. فکر کنید بعدی با تعلیم میشه یه داده شده مشخص کنید الان کدام میگرون کرمون آسانتر جاری میشود. چرا؟ خب حالا به نظرت این چهار تا شکل داره میگه کمو هیدروکربن آسانتر جاری میشه به نظرت؟ به نظر تو الان نگاه کن آسانتر جاری شده اون ظرفای بالایی ریخته، این روغنشون ریخته داخل ظرفای پایینی. خب حالا کموش بیشتر مثلا روغن ریخته داخل ظرف پایینی؟ امیرعلی چی شد؟ امیرعلی مثلات را امیرعلی چه شد؟ اومای خو کجا رفتی؟ ظرف شماره یک بچه حالا نیفهم امیرعلی کجا رفت؟ ظرف شماره یک نیفهم بگو صدا ندارم. ظرف شماره یک پس بیشتر جاری میشه. گفته چرا؟ زیرا مقدار بیشتری از اون جاری شده و وارد ظرف زیرین شده. پس می نویسیم زیرا مقدار بیشتری از اون جاری شده و وارد ظرف زیرین اون شده. خب این تا اینجا. خب حالا شماره دو بگو آقا شماره دو رو بخون. امیرعلی آقا ارس نامون میاد آقا؟ نه آقا میاد نه تو فرار کردی. نه آقا سنتمون را تنگه ستاره سایت چه؟ میگم نتمون را از سایت بری بیرون. امیرعلی شما الان به نظرت مقدار جاری شدن کموش بیشتره؟ آقا شماره چهار عجب. نه 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 الفا یک درسته؟ یعنی مقدار به نظرت الان کموش کربونش کمتره از این چهار تا ظرف کموش کربونش کمتره؟ چهار نه یک هرچی کربونش کمتر بود بیشتر که آقا روایشش کمتره. هرچی کربونش کمتر بود روایشش کمتره. و حالا شماره برا بکنم. شماره برا بکنم. هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبرو تعلق دارد. خب حالا مثلا بخونشون سی دوازه هاش بیست شیش هاش بیست شیش خواه سی بیست هاش چلو دو خواه سی هیفده هاش دیه شیش بله سی بیست و چار هاش پنجا کموش کربونش کمتره شماره یک دو سه چار یک خواه
پس الان کموش باید به ظرف شماره یک، کم از این چهارتا به ظرف شماره یک تعلق، کم از این فرمولا به ظرف شماره یک تعلق داره؟ همون یکه. یکه. چون مقدار ربایشش کمتره، بچار ربای جاری شدن رو بهش میگن روان روی. خب پس روان روی الان کموش بیشتره، ظرف شماره یک. هرچه روان روی بیشتر باشه ربایش چیه؟ ربایش کمتره و تعداد کربن کمتری داره. پس یک ظرف شماره یک، فرمول اولی ظرف شماره یک. خب بعد دو هم آقا سه. آفرین، دو هم سه. چون مقدارش دو هم یعنی کربنش چیه؟ خب آقا کربنش سه هم شماره دو. یعنی بازم بیشتر از بقیه ظرف هاست، درسته؟ چون کربنش کمتره، چون کربنش کمتره بی مقدار بیشتری جاری شده تو ظرف شماره دو. بعدیش چهارم، درسته؟ احسن بر شما. خب حالا احسن بچه ها، بعدیش میخواییم جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام را بگیم. جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام را میخواییم توضیح بدیم که چطوری اینا این جداسازیشون میکنن. خب میخواییم اینکه جداسازی اینها چطوریه، بر چه اساسی، نحوه جداسازی اجزای نفت خام رو میخواییم توضیح بدیم. خب میگه اینجا برمیگردیم به کتاب، شما هم بیاییم رو کتاب. اگر مخلوطی از دو هیدروکربن مایع با فرمول C6H14، درسته؟ چون اگه بیونی 14 یا 12 به 4، خب هگزانه، بله 14، و نقطه جوش برابره، پس نقطه جوشش برابر چنده؟ نقطه جوش برابر 68. پس نقطه جوشش برابر 68. پس نقطه جوشش برابر 68 با سی چنده؟ 20 H، درست میگم؟ C9H20، درسته؟ بعد میگه نقطه جوشش برابر 151 در اختیارش، چگونه اونها رو از هم دیگه جدا میکنیم؟ خب میخوایم با توجه به این اینا رو، این دو تا رو از هم دیگه جدا کنیم. خب نحوه جدا سازی این دو تا از هم دیگه چطوریه؟ خب حالا ما اینو پاک کنیم. میخوایم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم. بچه ما اول یادمون باشه نفت خام خب عشان نفت خام به نظر شما یک چیه؟ مخلوط ترکیب عنصر چیه به نظر کن؟ نفت خام یک چه به حساب میاد؟ نفت خام یک خب ترکیب مولکولی و یه مخلوطه. نفت خام یه مخلوطه. بچه نفت خام خوشم گفته، نفت خام یه مخلوطیه. مخلوط ها ویژگیشون پارسال خوندین تو فصل اول کتاب رو خوندین، مخلوط ها ویژگیشون چی بود؟ مخلوط ها ویژگیشون این بود که میتونیم اجزا اونها رو از همدیگه جدا کنیم، میتونیم اجزاشون رو از همدیگه جدا کنیم. بر اساس چی میتونیم این دوتا رو از همدیگه الان جدا کنیم؟ بر اساس نقطه جوش. بچه الان C6H14 با نقطه جوش چند؟ با نقطه جوش گفته 60 برابر 68 درجه و C9 و H20 با نقطه جوش چقدر؟ با نقطه جوش 151 حدوداً 70 درجه با هم دیگه اختلاف داره. حدوداً 70 درجه این هیدروکربن ها نقطه جوششون با هم دیگه اختلاف داره. خب اینها رو میتونیم به اصطلاح یک دستگاهی از هم دیگه جدا کنیم به نام دستگاه تقطیر. دستگاه تقطیر بچه‌ها برای چیه؟ دستگاه تقطیر که پارسال هم اینو خونده بودین، برای چه به درد چه مخلوط های چه مایعی میخوره؟ برای مخلوط های مایعی میخوره که تفاوت در نقطه جوششون زیاد باشه، که تفاوت در نقطه جوش داشته باشه. حالا این دو تا هم ما میتونیم بریزیم داخل چی؟ این دو تا رو میتونیم بریزیم داخل همین دستگاه تقطیره که نشون به ما داده اینجا. این دو تا مایع رو میریزیم داخل این، دو تا هیدروکربن رو میریزیم داخل این و یه هیتریه بچا این پایینش که گذاشته، این بالونه رو چه گذاشته؟
یه هیتر گذاشته. خب این بر اساس چی اینا رو از هم دیگه جدا میکنه؟ بر اساس نقطه جوش. پس گوش بگیریم، بر اساس تفاوت در نقطه جوش اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. چطوری؟ خب این هیتر رو ما روشن میکنیم. حالا گوش بگیریم، یه دماسنجی هم بچار راستی اونجا بالا گذاشته، قرمزی ها، قرمزی یه دماسنجیه، قرمزی یه دماسنجیه. یه لوله اینجا هست. خب این لوله که لوله مبرد بهش میگن، دو جداره بچا، یه لوله وسطش هست. یا میبینی لوله وسطی نازکه، این لوله وسطی بخار میاد داخلش، این بخاری که اینجا از این بالون بخار میشه میاد داخل این لوله دو جداره بچا، لوله دو جداره بهش میگن. خب این لوله دو جداره هست، این لوله دو جداره، آب سرد یه طرف وارد میشه، پایین یه چینی نشون داده که آب سرده. این لوله که اینجا هست، اونجا که بخوام شکلشه مثلا بکشیم، یه لوله اینجا که گذاشته، این لوله ورود آب سرده. این لوله بالاییش هم لوله خروج آب گرمه، لوله خروج آب گرمه. وسطش یه لوله هست که گذاشته. این لوله چیه؟ این لوله بخار میاد داخلش، این بخاری که از اینجنه، این بخاری که از اینجا میاد داخل این لوله وسطی. آب سرد اطراف اینا میچرخه، اطراف این لوله. آب سرد چیکار میکنه؟ وقتی بخار این، وقتی بخار شد و بخار ما داخل این لوله وسطی، آب سرد که اینجا میچرخه، این بخار سرد میکنه، بخار با مایع تبدیل میشه، به داخل این ظرف پایین میریزه. پس داخل این ظرف میشه میان، یا اون مایع میشه، یعنی بخار به مایع تبدیل میشه. درسته؟ حالا یک چیکار میکنیم؟ زمانی که دماسنج ما هیتر رو روشن کردیم، حالا تا اینجا شو فهمیدین چی شد؟ بله، بخار مایع ها دیگه، بخار مایع هست دیگه. خب زمانی که دماسنج بالای قرمزه روی 68 تا نشون داد، 68 مال چیه؟ مال اینه. روی 68 تا نشون داد، دمای هیتر را در 68 باید نگه داریم. خب دمای هیتر را در 68 درجه باید نگه داریم تا فقط کم بخار بشه، تا فقط این بخار بشه، فقط این بخار بشه. خب باید دمای هیتر را روی 68 نگه داریم تا فقط این مایع بخار بشه. وقتی این بخار شد، خب وقتی که این دیگه بخار شد، تا فقط این بخار بشه، لوله‌ای که اینجا دو جدار از این میاد، اینجا آبه، تا تمام این چه میشه؟ اینجا به مایع تبدیل میشه. وقتی که به مایع تبدیل شد دیگه این ظرفه، این هم خود دیگه ته این بالونه میمونه، این مایع مثلا سی نو اچ 20 هم در ته این مایع میمونه، این هم خود دیگه جدا میشه. به این ترتیب اینا رو از هم دیگه جدا میکنم. میگیم بر اساس تفاوت در نقطه جوش، زیرش خط بگیریم، دستگاه تقدیر ساده بر اساس تفاوت در نقطه جوش اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. به این ترتیب اینم دستگاه تقدیر ساده. حالا اما قسمت مهم، باید بریم صفحه بعدی. باشی کیارا، میارم تو کیارا چی نفهمیدی؟ خب اینا به جان خودشون دیگه بر اساس چی دارن دیگه؟ مثلا این سی آ ما میفهمیم در 100 درجه به جوش میاد، درسته؟ این هگزان هم میفهمیم که در این مثلا به جوش میاد، نانون میفهمیم که در مثلا 151 به جوش میاد. اینا دیگه اندازه‌گیری کردن دیگه میفهمیم که اینا در وقتی که در چه موقع به جوش میاد، وقتی که داره به جوش میاد، اینا از قبل باید ما اندازه‌گیری کرده باشن. از قبل این مثلا آب رو میذاریم، مثلا ما چطوری میفهمیم که آب مثلا 100 درجه به جوش میاد؟ خب آب رو میذارن اندازه‌گیری میکنن دیگه، که آب مثلا این دماسنج وقتی که به 100 رسید این دیگه به جوش میاد. این هم خود جداگونه میتونن اندازه‌گیری کنن، مثلا این مایع مثلا اینو جداگونه اندازه‌گیری میکنن، میذارنش اول اینو میذارن اندازه‌گیری مثلا کردنه، مثلا میفهمن که در 68 به جوش میاد، بعد اگه مخلوطشن کنن، ترکیبشن کنن، باز هم اون اندازه به جوش میاد دیگه. خب ما کولر رو خاموش کردیم، خیلی گرم شد. یه لحظه بچه آدم ما این کولر رو روشن کنم. خب یه لحظه ما کولر رو روشن کنم، الان میام. خیلی گرم شد.
دست شما در میگم. خب تصویر خراب شد. منش تصویر میره میاد. اومد درست شد؟ شروع کنم؟ درست شد؟ خب یه لحظه بچه اینترنت دیگه چی کارش میشه؟ اینترنت یه لحظه پر میشه، یه لحظه بحث میشه، اینجوری هست میشه. خب یا اینترنت مثلا اینجا قطع میشه یا اینترنت مثلا خونه تون قطع میشه، یه لحظه قطع وصل میشه دیگه، اینترنت ایران دیگه نمیخواد زیاد چنج داشته. خب بریم بچه صفحه 32 که خیلی مهمه و توضیح صفحه 32. خب بچه ما گفتیم که اینو ما اینجا اول توضیح بدیم بعد بریم رو چی باشه. اول توضیح بدیم، از صفحه 32 رو روش بخونیم، یک کمی توضیح بدیم. میگه در پالایشگاه های نفت اجزای نفت خام را بر همین اساس از یکدیگر جدا می‌کنند. بر چه اساسی بچه‌ها؟ اینجا اساسش منظورش چیه؟ اساس منظورش اینجا نقطه جوشه. اساس بچه‌ها بالای اساس بنویسین منظور نقطه جوش، بر همین اساس بنویسین نقطه جوش. خب نوشتین؟ اما بچه یه چیز دیگه ما توضیح بدم، یه چیز دیگه توضیح بدم. میگه نفت خام مخلوطی از صدها هیدروکربونه. خب نفت خام مخلوطی از صدها هیدروکربونه. خب میگه نمیتونیم به سادگی با یک مثلا تقطیر ساده ما اینا را بچه اینجا یه دستگاه تقطیر صفحه 31 دستگاه تقطیر ساده را نشون داد. میگه نفت خام را نمیتونیم با همین دستگاه تقطیر ساده از هم دیگه جدا کنیم. خب با این دستگاه تقطیر ساده نمیتونیم از هم دیگه اینا را جدا کنیم. خب اما اساس کار در پالایشگاه ها هم همینه. میگه اساس کار در پالایشگاه هم بر اساس چیه؟ بر اساس تفاوت در نقطه جوشه. فهمیدین؟ تفاوت در نقطه جوشه. خب یعنی اختلاف نقطه جوش استفاده کنید از بچه دستگاه. اما اینجا دیگه ما در پالایشگاه ها گوش بگیریم، اما ما دیگه در پالایشگاه ها نمیتونیم از چه استفاده کنیم؟ از تقطیر ساده استفاده کنیم. میگه در پالایشگاه ها ما نمیتونیم از تقطیر ساده استفاده کنیم، اونجا باید از به جای دستگاه تقطیر ساده از چه استفاده کنیم؟ از برج تقطیر استفاده کنیم. خب پس میگه اما کار این دستگاه پیچیده و بزرگتری به نام برج دارد. پس آیا در پالایشگاه ها ما میتونیم از تقطیر ساده استفاده کنیم؟ میگیم که نه، باید از چه استفاده کنیم برای نفت خام که بخوایم جداش کنیم؟ میگیم باید از برج تقطیر استفاده کنیم. خب از برج تقطیر. خب حالا بیاییم برج تقطیر رو میخوایم توضیح بدیم. در شکل دو تا عکس نشون داده، یکیش که به حساب حالت نقاشی داره، شکل سمت راستی یه برج تقطیر را به ما نشون داده که حالت نقاشی داره و اون عکس برج تقطیر را نشون داده. خب برج های تقطیر داخل پالایشگاه ها، درسته؟ میخوایم اینا را مثلا چکار کنیم؟ نشون بدیم که این برج تقطیر چطوری کار میکنه. پس یاد گرفتیم که نمیتونیم نفت خام را از دستگاه تقطیر ساده چکار کنیم؟ استفاده کنیم. حالا چی عمرانی؟ باشه تقدر اینجا یاد بگی بعد اونجا فکر چه باش، فکر شاد باش. خب بذار در برج تقطیر را، در برج تقطیر نفت خام رو در حدود 400 درجه سانتیگراد بهش حرارت میدم. چقدر؟ 400 درجه. نگاه کن من میکشم شکلشه، الان شکلشه. نگاه کنید اینجا یه قسمتی هست دا، اینجا یه قسمتی، یه لوله اینجا نشون داده و اینجا هم یه چی نشون داده؟ این حالت کوره اینجا، اینجا این حالت کورشه، این قسمت اینجا لوله نشون داده، این حالت کورشه. اینجا گرما میدن، این نفت خام در این قسمت اون که وارد میشه نفت خام رو اینجا حرارت میدن. چقدر حرارت نفت خام رو میدن؟ 400 درجه سانتیگراد حرارتش میدن. بعد
وارد این چی میشه؟ برج تقطیر میشه. این حرارت این بخارها وارد برج تقطیر میشه. برج تقطیر هم گفتیم که حالت چه داره؟ برج تقطیر هم وارد این میشه. این برج تقطیر وارد میشه. بعد خب این تا بالا دیگه، حالا دیگه منظم این تا بالا این بخارها میاد وارد اینجا به این حرارت میدن، اینجا حرارت میدن، حرارت میدن، این بخارها میاد وارد چی میشه؟ وارد این قسمت ها میشه. اینجا حالا دیگه اینجا یه سینی های به چاپ قرار داره، حالت سینی ماننده، سینی ها سینی سینی همه این چی؟ حالت گود مانند اینجا داخل اینا حالت گود مانند سینی بشین یه خواب اینجا حالت سینی داره. خب فهمید چی شد الان؟ بعد از یک رو میپرسم این چه فهمید از این خواب؟ این حالا کی آمانگی داره که ازش میپرسیم؟ بعد میگه که اینا رو داخل حرارت میدن، این نفت خام در 400 درجه حرارتش میده، بعد هیدروکربن ها به چه تبخیر میشه. پس یاد گرفتیم هیدروکربن ها از این اینجا که حرارتش میده، از این کوله که حرارتش میده وارد این برج میشه. خب بعد اینا تبخیر میشن، هیدروکربن ها تبخیر میشن، از برج بالا میرن. این هیدروکربن ها اینجور بخارهاشون بالا میره چا نکنید بخاره اینا بالا میره. خب وقتی که بخارها میگه بالا میره، از برج بالا میره و از قسمت‌های مختلف، خب هر چه بالاتر ما بریم، هر چه بالاتر بریم، اینا به دماشون کاهش پیدا میکنه. الان دمای اینا کاهش پیدا میکنه. مثلا اولی دماش حدود 400 به 4 اولی یا خونه اولی، طبقه اولی دماش حدود 400 درجه نقطه جوشش، نقطه جوش این 400. اما مثلا نقطه جوش مثلا بعدیش کمتره، 350، بعدیش میشه مثلا 270، بعدیش مثلا 320، بعدیش مثلا همینطور 70. همینطور اینا نقطه جوششون هرچی که برای بالاتر چه میشه بچه ها؟ هرچی که برای بالاتر نقطه جوششون کمتر میشه. فهمید تا اینجا؟ تا اینجا فهمید چه گفتیم؟ پس هر این بخارها هر چه که ما بریم بالاتر این نقطه جوش اینا کمتره، اینا اولیش خیلی بالیه دمای جوشش، یعنی نزدیک همینه که ما حرارتش داریم، بعدش همینطور که بریم بالاتر کمتره اینا، درسته؟ و چون دما کاهش پیدا میکنه و در هر قسمت یه سینی های قرار گرفتنه، در اینا سینی های قرار گرفتنه، این بخاره هیدروکربن ها چون این دماشون کاهش پیدا میکنه وارد چی میشن؟ وارد سینی ها میشن. چون دماشون کاهش پیدا میکنه، چون دماشون کاهش پیدا میکنه به چه تبدیل میشن؟ به مایع تبدیل میشن. مثلا در یکیش بنزین درست میشه، در یکیش مثلا نفت سفید درست میشه، یکیش بنزین هواپیما درست میشه، یکیش بنزین خودرو درست میشه، و آخریش هم که بچه‌ها گازه، همون گاز هست، گاز مایع. خب پس به این طریق اینا رو از همدیگه میان چکار میکنن؟ اینا رو به این طریق از همدیگه میان جدا میکنن. الان فهمیدید چی شد؟ کسی میتونه توضیح بده؟ خب اشکان سوال داره، اشکان سوال تو بگو میرن چه نمیده؟ ای خدا مثال چینی باشه دیگه. اشکان کجا بیو بالا میرن اشکان؟ خب بفرما اشکان، بفرما بفرما. آقا صدام میاد؟ بله. آقا اینجا شما گفتید که توی قسمت حرارت میدن. آقا من اینجا سوال دارم، این نفته میمونه ای آبه بخار میشه میره توی سینیا یا ای که نفته نفته بخار میشه؟ نفته ما میخواییم لکن نفته میخواییم منو ما گفتیم که نفت خام مخلوطی از چیه؟ بگو خودت بگو. آب بگرد و نه نفت خام اون همراهشه، نه که چیه. نفت خام مخلوطی از صدها بگو هیدروکربن، یعنی چندی هیدروکربن داخل چه؟ هیدروکربن که داخل چه یعنی چی اشکان؟ هیدروکربن که داخل چه یعنی چی؟ یعنی مثلا CH خواب سی هاش اینا داره دیگه، یعنی مثلا منظور یه نه مثلا CH مثلا 4، سی مثلا 2 مثلا H هست، سی مثلا 4 H مثلا چند دوازه، این منظورش این هاست، یعنی صدها از اینا داخل شست ها، درسته؟
اینا هر یکیش، هر یکیش اینا یه هیدروکربونه. خب هر یک از اینا یه چیه؟ یه هیدروکربون. میگه صدها تا از اینها داخلشه، داخل نفت خام. چرا از نفت خام ما چه موادی میتونیم به دست بیاریم؟ بگو عشقان. آقا مواد مستلزم میشه، ما بنزین میتونیم به دست بیاریم. مثلا ماشین بنزین یه هیدروکربونه، درسته؟ بنزین یه هیدروکربونه. بنزین درست. مثلا گازوئیل میتونیم به دست بیاریم، مثلا میتونیم قیر رو به دست بیاریم، میتونیم گاز به دست بیاریم. هر یک از اینا یه هیدروکربونه. میگه نفت خام از صدها هیدروکربون درست آبیده. خب بعد خب پس هیدروکربون ها بخار میشن، هیدروکربون ها بخار میشن. مثلا داخل یکی از این سینیه ها، داخل یکی از این سینیه ها بنزین خودروه، داخل بعدی بنزین آبیرویه، داخل بعدی مثلا گازوئیله، داخل بعدی روغنه، مثلا داخل بعدی همینجور دیگه، داخل بعدی مثلا مازوته. بگم آقای هیدروژن CO2، خب کربن هیدروژن، بعد که الان هیدروژن پس چی میشه؟ خب هیدروژن این ناکن عشقان، هر یک از اینها، هر یک از اینها یه مولکوله، یه مولکول تشکیل میدن. اینا همه یه مولکول. اینا هر مثلا شما که میرین بنزین میزنین، خب از میلیاردها هیدروکربن وارد ماشینتون میکنه. هیدروکربن این حالیه، هر یکیش که مولکولیه، اینا با هم با هم اتصال پیدا کردن، با هم اتصال پیدا کرده تا شده بنزین، با هم اتصال پیدا کرده تا شده چی؟ تا شده گاز. اینا به هم متصله. مثلا آب، ما به چه میگیم آب؟ به اکسیژن، به هیدروژن، به هم دیگه میگیم چی؟ بگو آب. آب حالا آب آب به این، به این دوتا رو هم دیگه میگیم مولکول چی؟ مثلا به این دوتا رو هم دیگه میگیم هیدروکربن، میگیم مولکول مثلا گاز، درسته؟ به این یا هیدروکربن، یعنی باید دوتایش با هم دیگه باشن که ما بهش بگیم، یعنی منظور دیگه نه. خب حالا سوال دیگه چه بود؟ تموم شد؟ آه هم یکی بی خب هم یکی بی خب الان میتونید توضیح بید؟ نه ما یه بار دیگه این قسمت رو میگم، در قسمت‌های مختلف برج، خب این برج تختیره، در قسمت‌های مختلف برج از هم دیگه جدا میشن، دماغ کاهش میدن. چه از هم دیگه جدا میشن؟ چه از هم دیگه جدا میشن؟ خب آقا آب و چی؟ نه نه کار آب نداشت. رو هیدروکربن ها از هم دیگه جدا میشن. ما گفتیم که نفت خام صدها هیدروکربن داخلشه، یعنی مولکول هیدروکربن داخلشه. خب میگه در قسمت‌های مختلف برج، در قسمت‌های مختلف برج از همدیگه جدا میشن، یعنی هیدروکربن‌ها جدا میشن و هرچی که ما بالاتر بریم دما چی پیدا میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. یعنی الان دما ها پیدا که ما نوشتمشون عشقان آن درسته کاملا 70-20-70 بله دما ها کاهش پیدا میکنه و هر یک از این هیدروکربن‌ها چون دماشون کاهش پیدا میکنه میان زیر نقطه جوششون، فهمید چی میگم؟ میان زیر نقطه جوششون، در هر یک از این سینیه ها وارد میشن. مثلا بنزین وارد هیدروکربن، مثلا بنزین وارد یکی از این سینیه ها میشه. خب مثلا بعدش آخریش، طبقه آخری چیه؟ طبقه آخری طبقه آخری رو کتاب دارم کنم گازه. چرا گاز هشما چرا گاز طبقه آخری رفته به نظرت؟ آقا فکر کنم چون که چی میگن؟ کنکتره. کنکتره یعنی نقطه جوشش چیه؟ نقطه جوشش کمتره. بله نقطه جوشش پس گاز میره بالا. بعدش مثلا اینجا الکله، این قسمت زیر گازگاه الکله. چرا الکل اومده پایین تر؟ طبقه پایین تر قرار گرفته. مثلا یکی مونده بالا چون نقطه جوشش پایینه. هرچی که نقطه جوش رو بیا پایین تر بعدش به مایع تبدیل میشه. اینجا در طبقه بستگی به نقطه جوش نه. مثلا بعدش بنزین چیه؟ بنزین خودروه، درسته؟ بعدش بنزین هواپیماییه. بنزین هواپیماییه. بنزین هواپیما عشقا نازان، بنزین هواپیما این چنش بیشتره؟ هیدروکربنش بیشتره، نقطه جوشش هم چیه؟ نقطه جوشش هم بیشتره، درسته؟ هیدروکربن اما خالص‌تره. مثلا خالص‌تره منظور چیه؟ میدونی الان اینجا خالص‌تره؟ یعنی که هیدروکربن بیشتری داره؟ یعنی مواد دیگه کمتر مثلا اینجا داخلش هستی. خب یعنی مواد دیگه مثلا میگیم بنزین، مثلا میگیم بنزین یورو 4 فعلی دیگه
شنیدی میگن بنزین یورو 4 ها؟ یورو 4؟ تو بنزین یورو 4 نشنیدیه؟ آقا بنزین شنیدم و یورو هم شنیدم ها، 4 هم شنیدم ها، باشه. یعنی اینا اومدن خالص سازی ترش کردن، یعنی گوگل چه گرفتنه خب؟ اومدن خالص سازی ترش کردن، حالا کاری نداریم. بنابراین اینجا برج تختی رو به ما میشه. طبقه اولی به نظرت الان چیه؟ طبقه اولی یعنی خونه اولی پایین و پایین، پایین ترین برش. به هر یک از اینا ما میگیم یه برش نفتی. الان میخوایم برش نفتی رو توضیح بدیم. برش نفتی به چه چیه؟ اینجا رو نگاه کن. اشکان تو این قسمت کو بخون تا ما همش نخوام ما صحبت کنم. بلکه اونها را از نه نه سطر چند رو بخونم، یه سطر مونده به آخر نمیشه. بلکه اونها را بخون. ها بلکه آنها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند از هم جدا می کنند. هر یک از این مخلوط های هیدروکربنی جدا شده یک برش نفتی نام دارند. خب میگو هر یک از اینها یه برش نفتیه. حالا میگه اونها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارن از هم جدا کردن. میگه اینجا منظورش میفهمیم اونها منظورش چیه؟ اونها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن، اونها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن، منظور اینا هیدروکربن ها خب، منظور هیدروکربن ها را که نقطه جوش نزدیک به هم دارن از هم جدا میکنن. ناگهان منظورش میفهمی؟ کی میدونه منظورش چیه؟ بچه‌ها ما اینجا توضیح میدم بعد شما بگیم بیدیم فهمم یا گرمانات دیگه. آیا اول با توضیح بده عشقان شما صدات میدید تا میکروفونت گرفته میشه. آیا اول توضیح بده آیا هم توضیح بده برش نفتی میتونی توضیح بدیم؟ آیا من آها ما دسم بارا کردیم که برش تختی بود توضیح بدم. ما گفتم دسم بلند کردی که میخوایی توضیح بدیسیم. آها چه قیل دسم بلند کردیم. آها ببخش. روستا میخواد توضیح بده؟ روستا توضیح بده یک کیارش هرمان کیارشتی میخوایی توضیح بدی؟ هر کنم که صدا داری آموس خب بگو آها هیدروکربن میتونید برش نفتی میتونید توضیح بدید؟ برش نفتی همین که الان گفتیم یا نه؟ آها همین که اشکان خان نه درست نمیتونم توضیح بدید. معنیش نمیفهمیم چه نه اصلا معنیشه؟ بلکه اونها را به صورت مخلوط یا چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک نقطه جوشش مثلا میره بالاتر هیدروکربنش بیشتر میشه و هر طبقه این یه برش نفتیه، این طبقه شهر طبقه این رو برش نفتی میشه. حالا ما توضیح میدم بعد شبینی شما فهمید یا نه. نه کن ما کلمه کلمه میگم کلمه کلمه برش نفتی رو میگم. اگه خواستین مثلا بنویسین یا میخواین همون مال کتاب یاد بگیرین فرقی نمیکنه. به مخلوط هایی میخوام تعریف برش نفتی کنم کلمه به کلمه. به مخلوط هایی به مخلوط های هیدروکربنی خب به مخلوط های هیدروکربنی که نقطه جوش نزدیک به هم دارن که نقطه جوش نزدیک به هم دارن به شکل یک مخلوط به شکل یک مخلوط از برج تقطیر خارج می شود بهش میگیم برش نفتی. به صورت یک مخلوط به شکل یک مخلوط از برج تقطیر خارج شد. این برج تقطیر کار فهمه الان معنیش چه شد؟ به مخلوط های هیدروکربنی یعنی این مثلا نکن کیارش مثلا بنزین مثلا خودرو منظور اون فلشایی که خارج شده مثلا اینا خارج میشه از برج چه بلکه تو سینی سرد شده نه منظور که تو سینی که سرد شده اینا خارج میشه به مخلوط های هیدروکربنی بعضیاش میرن یعنی سطر میرن بعضیاش اونجا خارجه بله به مخلوط های هیدروکربنی نکن که نقطه جوش به هم نزدیک دارن. میگه این بنزین هواپیما بنزین مثلا خودرو هنوز خالص نیست یعنی هنوز داخلش هیدروکربن دیگه هم هست. فهمیدی الان چه میشه؟
میگه بنزین مثلا بنزین مثلا بنزینا که ما استفاده میکنیم هنوز داخلش هیدروکربن هستی. آه گاز خالص خالص یا گاز یعنی هیدروکربن؟ گاز حتما داره، گاز حتما یه هیدروکربن دیگه هم داره. میگه مثلا قیر، آخرش قیره، مثلا میگه قیر قیر خالص نیست، یعنی هنوز هم داخلش هیدروکربن هستی. اما این هیدروکربنی که داخلش هستی چون نقطه جوشش به نقطه قیر نزدیکه، اونها رو نمیتونیم دیگه از هم دیگه جدا کنیم، کار بسیار سختیه. فهمید چی شد الان؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدم. میتونیم بگی شالا چه فهمیدی؟ مخلوط هایی هستن که هیدروکربونی دارن که مثلا هیدروکربونشو به همدیگه نزدیکه، نقطه جوششون به همدیگه نزدیکه، نقطه جوش نزدیکی داره و به شکل یک مخلوط از برج تبخیر خارج میشه. یعنی بله، یعنی میخواد بگه که مثلا تو الکل، خواه تو الکل نقطه جوشش ممکنه داخل الکل یه هیدروکرب حتما نزدیک، میگه داخل الکل یه هیدروکربونی دیگر هستی که مثلا نقطه جوش ممکنه این 70 باشه، الکل 80 باشه، اون 81 باشه، 80 نیم باشه. یعنی میگه نقطه جوششون به هم دیگه خیلی چه هستن؟ نزدیک هستن که ما نمیتونیم یه الکل خالص چیکار کنیم؟ به دست بیاریم. مثلا بنزین ماشین 120 نقطه جوشش چنده؟ مثلا بنزین ماشین نقطه جوشش 120، میگه داخل این بنزین ماشینی که ما به دست آوردیم یه بنزین خالص نیست، هیدروکربن دیگه هم داخلش هستن. خب دهقان، غلام حسین دهقان، میتونی آقا برای ما بیان کنی؟ غلام حسین دهقان پرنیان میخواد بیان کنه. الان این جابجا نشو می تا ما بتونیم بهت میکروفون بدیم. نه عجب زاکری ما. زاکری تو میخوای بگی؟ اول فرض پرنیان تایید کن. پرنیان میکروفون داری یا؟ پرنیان این هم شوری ما. پرنیان پرنیان میکروفون داری صحبت کن. زاکری هم میتونه صحبت کن. پرنیان برش نفتی، کی میتونه برش نفتی رو تعریف کنه؟ کی میتونه برش نفتی رو تعریف کنه؟ وقتی که نقطه جوش نزدیک به هم دارن به صورت یک که نقطه جوش به آنها به صورت مخلوط های چند هیدروکربن که نقطه جوش به هم نزدیکن از هم دیگه جدا میکنن، هر یک از این مخلوط را بهش میگیم یه برش نفتی. بچه ها میخواییم فکر کنید الان توضیح بدیم. میخواییم فکر کنید هرگاه فکر کنید الان ها سالی میخواد سالی بیو بالا تا من بتونم بهت میکروفون بدم. سالی میخواد توضیح بده. سالی بیو بالا. ها سالی خواه بگو آقا. علی بگو. سلامیت. بله آقا. بله آقا. آقا اولش یه سوال داشتیم بعد توضیح میدیم. این مثل که پرنیان صدا داره. پرنیان عجب بیا بالا پرنه تا صدات قطع کنیم. بیا بالا دست بیا بالا تا صدات قطع کنیم. دست بیا بالا. خواه خود برای چه صحبت نمی کنیم؟ خب این رعی عبور دلش خوش الان. خب پرنه ها نمیتونیم میگو ما خیلی دیگه کلاسم رفت بالا خیلی چه شدون دیگه همتوری صحبت نمی کنم. خواهی صحبت می پرنیان؟ بیا بیا صحبت. آقا سلام میان. بله بفرما. رئیس آموری کامپیوتر این ها هر چیز ارار بینه باید بیا بوش بیان دابترام گیرم. رئیس شوره دانش آموزی بفرما. شما تبریک عرض می کنیم. آقا ممنون. کی می خیلی شده برم شیرنی بیدی آقا؟ آقا بدم مرسوز داری آقا. خب مرسی شاید باز نوایده چه فیداره یه دعوت بخواه. باشه آن امتحانش ما به طول حضوری های چیزی میاریم انشالله. خب میخوای بگی در قسمت برج برش نفتی میتونیستیم اون توضیح بدی پرنیان؟ الکومایی زحمت نه آقا درست نفهم من.
خب تا رو گوش بگیر تا ما توضیح بدم، تا اینجا رو خط باش تا ما توضیح بدم. میگه نگاه کن پرنیان، به مخلوط های هیدروکربونی میتونی بنویسی، هم اگه خواستی میتونی بنویسی، هم برش نفتی حالا این جوری که ما میگم اگه خواستی میتونی بنویسی که مثلا بهتر. میگه به مخلوط های هیدروکربونی که نقطه جوش به هم نزدیک دارن، میگه مخلوط های هیدروکربونی هستن. آقا ما گمش کردم کجا بید؟ آخر آخر صفحه 32، به مخلوط های هیدروکربونی که نقطه جوش به هم نزدیک دارن به شکل یک مخلوط از برج تقطیر خارج میشه. مثلا مثال میزنم که بهتر بفهمید، مثلا قیر و بنزین، به نظر تو آیا داخل قیر و بنزین دیگه هیدروکربن نیست؟ هسته، هنوز هم هسته. اما چرا میتونستن خالص سازیش کنن؟ میگه دیگه چون چرا، اینو یه قسمت کوتاه جواب بده، چرا میتونستن قیر رو خالص سازی کنن؟ چون که نمیفهمم، یعنی قیر خالص یا بنزین خالص نتونستن به دست بیارن، نمیتونن به دست بیارن. کی به جان میتونه بگه؟ کی میتونه بگه؟ قاطی کردم. چرا بنزین خالص نمیتونه به دست بیارن؟ یعنی هنوزم داخلش هیدروکربن هستی. خب بعدم ببخش ما صلات آلا میخواییم بگیریم به دیگه از خب روستا میخواه بگه. روستا بگو آیا بگو آقا چون نقطه جوشه آنها نزدیک همدیگه، یعنی 77 و 71 چون نزدیک همدیگه مخلوط میره. بله، چون نقطه جوش این هیدروکربن ها به هم نزدیکه، مجبورن که به صورت یک برش نفتی جداش کنن، یعنی هنوز هم داخل بنزین هیدروکربن دیگه هم وجود داره. درسته؟ بله. الان فهمید منظور از برش نفتی چیه؟ آیا فهمیدی الان برش منظورم باشه؟ فهمیدی الان برش نفتی چیه؟ بله. میگه برش نفتی مخلوط‌هایی که نقطه جوش نزدیک به همی دارن و نتونستن اینها را به شکل یک مثلا خالص جدا کنن. خب اینجا آریا شما به نظر شما نه کن، میگه نتیجه میگیریم آیا هر چه بالاتر بریم نقطه جوش به نظر کاهش پیدا میکنه یا زیادتر بریم؟ هر چه بالاتر بریم نقطه جوش چه میشه؟ کاهش میاد، کاهش پیدا میکنه. به نظر روایش چه میشه؟ روایششون کمتر میشه، سریعتر میشه. روایش کمتر میشه، یعنی الان روایش قیر بیشتره مثلا یا روایش مثلا چی؟ بنزین. روایش قیر کمتره. روایش قیر کمتره یا بیشتره؟ رفت بالا کمتره. نه، قیر بالایی یا پایینه؟ توصیه کنم اونی پایینه. پایینه، پس روایش کمش که الان بیشتره، کمش کمتره. روایش قیر بیشتره، بنزین کمتره. چرا قیر بیشتره روایشش؟ چون قیر دماش پایین تره برای جوش اومدن، بنزین دماش پایین تره. قیر دماش پایین تره. اینا قیر آقا پایین ها. خب پایینه، پس دماش بیشتر میره. هرچه ما بریم بالاتر دما پایش بیدار میکنه. ما نوشتیم آقا، ما ننوشتیم. الان هرچه که برفتیم بالاتر، هرچه بریم بالاتر دما پایش بیدار میکنه. پس قیر پایین ترینه، پایین ترین طبقه برج، طبقه پایین برج قیره دیگه. پس میگیم که هرچه بالا بریم نقطه جوش کاهش پیدا میکنه. روایش چی میشه؟ بالاتر که بریم روایش کمتر میشه، کمتر میشه. تعداد کربن ها چی میشه؟ تعداد کربن ها کمتر میشه، چون روایش کمتر میشه تعداد کربن ها کمتر میشه. پس فهمیدی الان چجوری شد؟ بچه همه برج خب همه الان برش نفتی رو فهمیدن چطوری شد؟ برش نفتی خب آیا بیا بالا تا ما سنا صدات بود بالا هستیم صدات بگیریم. خب بچه هم بریم قسمت بعدی، رو صفحه بعدی یک اومده یه چی داره اینجا میدونین زیر برج تقطیر یه چی مطلبی یاداش کنین همون مطلب هر چه بالا برویم بنویسید بچه ها زیر برج تقطیر بنویسید هر چه بالا برویم نقطه جوش کاهش پیدا میکنه هر چه بالا برویم نقطه زیر برج تقطیر کو بنویسید
هرچه بالا بروید نقطه جوش هرچه بالا بروید نقطه جوش کاهش پیدا میکنند نقطه جوش کاهش پیدا میکنند خب ربایش چی میشه؟ ربایش می‌نویسیم کمتر ربایش کمتر تعداد کربن کمتر تعداد کربن کمتر حالا هرچه از بالا بیم و پایین تر ربایش بیشتریم و تعداد کربن هم بیشتریم بچه مواد پایین و برج تیره ترن یا مواد بالا به نظرتون کم مواد تیره تر هستن مواد بالای برج یا مواد پایین برج تیره تر پایین قیر پایینه پس تیره تره تیره یه بخاطر چه تیره یه بچه بخاطر چه تیره یه چرا قیر تیره یه چون کربنش بیشتره چون کربنش بیشتره بله خب بریم صفحه بعدی بچه ها فکر کنید در این برج تقطیر این برج تقطیری که شکل نشون داده نفت خام را در چند برش جدا میکنن که بچه ها یکتون بخونیم یکتون کی میخواد موسوی شما میگیم بخونیم موسوی زاکنی ها رفت ماشاءالله خسته شوی رفت کی میاد بخونه میکایلتون میخونیم میکایل میخوام صدا باید دو دمان میکایل بخون برامون سلام میکایل خوبی میکایل بخون میکایل بخون آقای لازمان نبودیم تازه اومدیم صفحه چنده؟ صفحه آقا که بودیم میکایل صفحه 33 صفحه 33 فکر کنید اصلا میکایل بخون بکنکمون با توجه به شکل سه الف به پرسش های زیر پاسخ دهید خب عجب. در این برج تقدیر نفت خام را چند بارش جدا سازی میکنند؟ میگاید روش شکل خوب میتونیم به شما چند تا برش مانه جدا کردنه بخونش چند تا برشه یک یکی از پایین با بالا برو بشمار شکل صفحه 32 شکل صفحه 32 همونجا که هواپیما و این ماشین اینا نشون داده چند تا برش الان چند تا برش نفتیه بشمارا هشتا بچه همون هشته بس بچه ها دونیزین هشتا برش جدا کرده بچه ها تو امتحان ممکنه یه شکلی به شما بده بگه چند تا برشه بعضی ها بعد رفت تو امتحان میدن مثلا پنج تا برش داره بچه ها میگذن هشتا به خیال چون که مثلا چیه؟ به خیال چون که مثلا برش تو کتابی که هشته اینجا نه به خیال چون هشته بخاطر پس میان برش ها را هر به تو امتحان ها شما باید بشمارید نه مثلا بنویسین هشتا باید مثلا اینا را بشمارید یکی یکی بشمارید میگن میدونی چرا بهش میگن برش میدونی برای چی بهش میگن برش نفتی چرا به اینا نه نمیدونی بچه کسی میدونه که چرا بهش میگن برش هوشیار تو میگی هوشیار برای ما میگی که چرا بهش میگن برش فروغی میخواد بگه امیرحسین فروغی هم نمره امتحانش خوب بودا فروغی هم نمره امتحان خوبی آورد مثلا دوربر 17 آورد فروغی شما بگو چرا به این میگیم آقا به اینا میگیم برش بگو آقا امیر حسین خود میگاید خودت بخون دنبالش بخون میگاید دنبالش بخون به نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟ میگه نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتره به نظرت کم برش از بگو بالای پایینی وسطی کمش از بقیه بیشتره نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتره آقا اولی گازه پایینی دیگه منظورت همینه نه منظور پایینترین برشه درسته بالایی نوشته گاز نه نقطه جوش کدومش از بقیه بیشتره پایینترینش از بقیه بیشتره هرچی که بریم بالاتر کاهش پیدا میکنه چرا کاهش پیدا میکنه میکایی؟ چرا کاهش پیدا میکنه؟ چرا هرچی بریم بالاتر کاهش پیدا میکنه؟ چون که کربنش چی میشه میکایی؟ چون هرچی بریم بالاتر
کربنش بیشتر میشه. نه کمتر میشه. کمتر میشه. کمتر میشه. ما هر چی بیم پایین‌تر کربنش چی میشه؟ بیشتر میشه. پس میگیم پایین‌ترین برش. درسته؟ پایین‌ترین پس بچه‌ها بگیم پایین‌ترین برش. پایین‌ترین برش. خب بعدی چی بکن؟ بعدی چی بکن؟ پ مولکولای موجود در کدام برش بزرگتر و سنگین‌تر است هستند به چه دلیل؟ خب نگاه کن میگن میگیم مولکولای کمش بزرگتره. ما در مورد بزرگی الان درش بودن مولکولای هیدروکربن گفتیم. کمش به نظرت بزرگتر هست، سنگین‌تره، بالایی پایینی آخرین برش پایین‌ترین برش کدومش به نظرت؟ اما آن کشتیه؟ نه نه گفته کمو برش سنگین تره به چه دلیل؟ میگیم پایین ترین بازم اینجا پایین ترین برش بچه ها پس بازم بینیزیم پایین ترین قیرا خیلی سنگینه مولکولاش خیلی درشتن چون چرا میکاره؟ چون هیدروکربنش چون کربناش بیشتره یعنی یه مولکول کربنش یعنی تعداد کربن زیادی داره یعنی یه مولکولش تعداد کربن زیادی داره تعداد پس می‌نویسیم پایین‌ترین برش بچه‌ها می‌نویسیم پایین‌ترین برش هرچه می‌نویسیم چون هرچه نقطه جوش آن بیشتر باشد هرچه نقطه جوش آن بیشتر باشد نوشتین هرچه نقطه جوش آن بیشتر باشد تعداد کربن بیشتر تعداد کربن بیشتر و سنگین تر است. نوشتیم بچه‌ها؟ سنگین تره. خب؟ سنگین تره. خب میکنی بعدیش رو بخون؟ سه. نوشتی خود نوشتی اینو؟ در کنم برش تیره تر است. خودت نوشتی؟ قبلی نوشتی خودت؟ پولیسی بینیسی؟ آره. از اول میگید؟ میکنی میگید از اول بگو. ما باز مجموعی که از اول میگیم. قسمت پ رو از اول میگم بچه‌ها. قسمت پ. پایین ترین برش زیرا هرچه نقطه جوش آن بیشتر باشد زیرا هرچه نقطه جوش آن بیشتر باشد تعداد کربن بیشتری دارد تعداد کربن بیشتری دارد و سنگین تر است و سنگین تر است نوشتی؟ به تعداد بچه نوشتیم؟ عشقان هم صدا بده خب باشه بعد صدا بده میدیم بعدیش رو بخون قسمت ته را بخون قسمت ته تعداد اتم های کربن در مولکولای کدام برش از بقیه کمتر است؟ کدام برش از بقیه کمتره؟ اتم های کربن کم برشش الان کم برش از این هشتا به نظره تعداد کربنش کمتره اولی پایینی پایینی بالی بالی وسطی کدومش؟ تعداد کربن کمش کمتره دومی از بالا؟ نه میشه بالاترینش بالاترین پس بالاترین؟ بالاترینه اما گازه؟ بله گاز بله می‌نویسیم بالاترین برش فاتح کجامو تون تون میگی می تون تون میگی یه خودی آروم‌تر هستی دیگه این بابا می‌نویسیم بالاترین برش یعنی تونده تون تون هرم هایی میگیم خب میگن آخریش بخون سه رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره تر است خب به نظرت کمش الان دیگه اینو باید بتونی بگی دیگه کم برش تیره تره آخری پس میزیم پایین ترین برش پایین ترین برش بله خیلی شما همین صحبت نکردیه خب میگن احسان ده شما در نکن خب خیلی بیا بالا بیا دست بلند کن تا یه سوال ازت بکنی بینیم چی شد ته چه شد؟ ته بالاترین برش روستا ته شد بالاترین برش سی چی دانشت نمیذاره؟ خب باش بعد دانشت دیر که هر دانشت دیر کنی تا صحبت کنی خب بچه ها بریم رو قسمت چند دقیقه دیگه میخواییم تا زنگ خب اینطوری کنیم بچه رفتار نمی کنن نوشادی
کسی بچه ای طوری نمیزنه خام میگو بذار گوشش. خب نفت منبعی برای ساختن میخواییم قسمت بعدی بچه برای صفحه بعدی خبیر از بعد وقتی که میایی چی میکنی دورش کن تا بتونی صحبت کنی. خب بچه میخواییم نفت منبعی برای ساختن را بخونیم تا این قسمت هرچی چند دقیقه زنگ میخواییم؟ سه دقیقه چند دقیقه زیه که برای بگی تا سا چند زنگه سا چند دقیقه زنگ میخواییم؟ سه دقیقه دیه؟ خب خواهش خانم داره این صدقه هم ما یک قسمت بالایی رو میتونیم بگیم و میگه در اینو ما نفت منبعی برای ساختن. خب انسان برای رفع نیازهاش بچه ها به سمت اول منابع طبیعی رفت. خب و چون جمعیتش اضافه شد جمعیتش زیاد شد خب اما با افزایش جمعیت روبرو شد یعنی انسان جمعیتش زیاد شد مواد طبیعی دیگه جوابگو نبود یعنی مثلا پشم و مثلا اینا که برای لباسش میخواست درست کنه مثلا برای کفشش میخواست درست کنه اینا دیگه جوابگو نبود انسان روی به غذا از طبیعی ما بعضی از غذاها را دیگه به وسیله مثلا نفت اینا دیگه یعنی داخلش نفت کاربرد رفته یعنی انسان دانشمند اومده کاری کردنه که بتونن از اینا هم غذا تولید کنن. حالا کار نداریم انسان برای رفع نیازهای خود اول به سمت منابع طبیعی رفت اما جمعیتش که زیاد شد به مواد مصنوعی روی آورد. یکی از مواد مصنوعی که انسان روی آورد نفت بود. بچه ها نفت از میگه 150 سال پیش انسان روی آورد به سوی نفت و نفت رو کم کم شناسایی که اولش نفت خیلی سال کش پیش کش شده بود اما نمیدونست شناساییش نمیتونست که از این استفاده کنه اما انسان تونست کم کم از نفت چکار کنه استفاده کنه. میگه اما امروز دانشمندان علوم تجربی اجزای ساده نفت به غیر از سوختن از اونها چیزای دیگر تولید میکنن. برای نمونه اتن یا اتیلن بچا زیرش خط بکشید اتن یا اتیلن یکی از این مواد است. اتن خب فرمولش بچا چیه؟ C2H4 بعد این فرمول چی یاد بگیرید؟ اگه گفتن فرمول اتن چیه میگین که C2H4 خب بعد فرمول چی یاد بگیرید؟ یعنی چند تا کربن بچا داخلش به کار رفته؟ چند تا کربن داخلش به کار رفته؟ داخل اتن چند تا کربن به کار رفته؟ بگید کار اون اون کار چه نشد؟ چند تا کربن داخلش به کار رفته؟ دو تا. چند تا هیدروژن داخلش به کار رفته؟ 4 تا. میگه اتن یا اتیلن یکی از این مواد است که گازی بیرنگ است که به طور طبیعی به وسیله برخی از میوه ها میگه بچا به صورت چنان یعنی در میوه ها هم تولید میشه. مثلا گوجه فرنگی و موز اگه گوجه فرنگی و موز این مدتی گذاشته باشن خودشون مثلا رنگ چه پیدا میکنن مثلا زرد میشن یا قرمز میشن. چرا اینجوریه؟ چون یه گاز تولید میکنن که به نام در طبیعی هستش به نام گاز اتن یا اتیلن. پس گاز اتن یا اتیلن به صورت طبیعی توسط برخی میوه ها مانند گوجه فرنگی و موز در هنگام رسیدن این میوه ها آزاد میشه ولی از نفت خام هم به دست میارن. پس اتن یا اتیلن را از نفت خام هم به دست میارن. ما اینجا مینویسام شما هم میتونید خلاصش رو بالا بنویسین. این خلاصه رو بنویسین. پس اینا پاک میکنیم اینا اینجا مینویسیم میگه که کاربرد شما مینویسیم کاربرد گاز اتن کاربرد گاز اتن یکی بچه در کشاورزی برای رسیدن میوه های نارس یعنی میوه هایی که بخوان چگونه رسیده باشه میان از در کشاورزی و ساخت فرآورده های جدید و دو ساخت بنویسید ساخت فرآورده های جدید در ساخت فرآورده های جدید هم از گاز مثل چی؟ اینجا مثلشو پایین بنویسید مثل پلاستیک بنویسید مثل پلاستیک. پس گاز اتن با فرمول
فرمول شیمیایی چه میگفتن چیه؟ میگیم C2H4. حتما باید اونجا این میگان بگیرینا. اگه گفتن این فرمول چیه میگیم اتنه. خب ای تا اینجا در صنعت کشاورزی زیرش بچا پایینش رو میخونیم. در صنعت کشاورزی نیز گاز اتن از نفت خام جدا میشود. پس میگه در صنعت کشاورزی از گاز اتن که از نفت خام برای تبدیل میوه های نارس بر رسیده استفاده میکنه. میگه در گاز اتن را در کشاورزی هم پس استفاده میکنیم. درسته؟ از چه دستش میاریم؟ از نفت خام. از نفت خام دست میاریم. خب اینو تا این قسمت بود صفحه بودمون بشه. بعد حالا صفحه بعدش میگه تد وقت هست این قسمت بعدی چه بگم چون این قسمت مهمیه. خب حالا این قسمت ما هم میگیم و دیگه بعدش حالا میگه طرز تهیه اتن برای تولید پلاستیک. بچه هم میگه وقتی که میخواییم پلاستیک تولید کنیم از چه تولید میکنیم؟ میگه از گاز اتن. از گاز اتن میگه اتن فراورده جیسان برای نمونه هرگاه گاز اتن را در یک ظرف دربسته گرماده ایم یک تغییر شیمیایی رخ میدهد و طی آن یک ماده مصنوعی به نام پلاستیک تولید میشود. پس گاز اتن چطوری برای تولید پلاستیک استفاده میشه؟ میگه گاز اتن را میان میکنن داخل ظرفهای دربسته ای. خب در یک ظرفهای دربسته گرما بهش میدن و حتما باید گرما بشنن گرما بهش میدن و طی یک تغییر شیمیایی که رخ میده یه ماده جدی به نام پلاستیک. پس بنویسیم بالاش یه سوال رو میتونیم بنویسیم اینجوری طرز تهیه اتن برای تولید پلاستیک. بچه من حاضر قابی میکنم خواب اما متاسفانه حضور غیاب من نبردم کلن یارم رفت فراموش کردم یه حضور غیابی تو دفترم انجام میدم بعد وارد چه میکنمش. خب اونه که غایب هستن خب بچه حاضری کنه اعلام کنیم هر کی حاضرش اعلام که میتونه بره. خب حاضری خواب بعد تا خواب اختیاری خواب حاضر زاکری حاضر بعد عمرانی حاضر رضا عمرانی طلب غایب نه مشادی حاضر فروغی حاضر اکبرزاده حاضر فروغی آریا روسا حاضر خبیر حاضر پولادی چی؟ پولادی اگه حاضری بیا حاضری آریا احمد حاضر زاره حاضر فروغی حاضر مگه عمرانی حاضر سالی حاضر اشکان حاضر ابراهیمی حاضر شکیبایی حاضر بعد فاضلی حاضر و دیگه دیخان حاضر رفایی حاضر بله بله میتونیم بریم هر کی حاضری چی گفته میتونه بره دیگه میکائیل هم که حاضر و فروغی هم که حاضر دیگه خواهم اینا خب بچه خسته نباشه انشالله که امروز خوب باشه موسوی هم حاضر فروغی هم حاضر انشالله که امروز خوب باشه جمالی هم حاضر بله دیگه توم شد بله اقتداری هم که حاضر آجیدادی هم حاضر بله خب خسته نباشه میشه شیکیبایی هم که حاضر زدیم فاتحی هم که حاضر خب خسته نباشه میشه